السلام عليكم، بيننده گرامی، بفرمایید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. من یکی دو تا سوال داشتم. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ میشه خودتون. علی هستم از کرج. هر هفته از ذهن میذارم، خیلی هم برای دوستان، خیلی هم مخلصتونم. آقا انصاری جان. بفرمایید. الو. بفرمایید آقا علی. من خدمت احمد آقا جان و تمام عوامل مناطق سلام و علیکم السلام. من این فلگانس شبکه آقای هاشمی کلمه اونم اگه میشه یه جورایی به ما برسونی. بعد من یه سوال داشتم از آقای انصاری. بفرمایید. تو این کتاب آقای کافی یه جایی که برای من میخون، من تو خودم هم دیدم، مثلا نوشته بود کسایی که عمر و عثمان رو مثلا دوستشون نداشته باشن یا اونا رو قبول نداشتن کافرن. پس مثلا اینطوری باشه، خب سنی‌ها کلا میخوان برن جهنم، ملت‌های دیگه هم میرن جهنم، از شیعه هم مثلا خیلی همون گناهکاریم دیگه، پس این بهشت خدا برای چی ساخته؟ اینو میخوام به خدا به ما توضیح بدید. باشه، چشم، در این مورد هم صحبت کنیم. خدا نگهدار. احمد جان، فرکانس جدید شبکه کلمه را اگر که زیرنویس بکنید برای علی جان. ببینید برادر عزیز گرامی، اینها با همه مشکل دارن، یعنی غیر از خودشون با همه بشر مشکل دارن، نه تنها با اهل سنت و کسانی که مخالف هستن با اینو، با همه بشریت اینا مشکل دارن. من در یعنی باورم نمیشد که اینها حتی، یعنی الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم وقتی که میاد بیان میکنه در مورد فضیلت و برتری انسانها بر انسانها، ملاک برتری رو تقوا قرار میده. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما ای انسان ها، ما شما را از یک مرد و زن، یعنی آدم و حوا علیهم السلام، آفریدیم و شما را قوم و قبیله های مختلف قرار دادیم تا فقط هم دیگر را بشناسید. تصور بکنید همه دنیا ایرانی می شدن، همه دنیا آمریکایی می شدن، همه دنیا افغانی می شدن، همه دنیا عرب می شدن، دیگه این شناختن مشکل بود، یعنی کره زمین همه یک جنس می بودن. به همین دلیل امروز این قوم ها و این قبایل اتن در داخل یک کشور ببینید که ده ها قوم وجود داره، زبان ها، لهجه ها، بر اساس هدف فقط چی است؟ که اینها شناخته شوند از یک دیگر. ملاک برتری چی است؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی پرهیزگارترین شماست. اما در نزد اینها اینطوری نیست. مثلا ببینید تعداد زیادی از بشر، تعداد زیادی از انسان ها سیاه پوست هستن. این آقا شیخ صدوقشون در کتاب الخصال، احمد جان نشون بده، در اینجا در صفحه، در جلد دو صفحه 436، دروغ بستن به رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشون فرموده باشن که لا يدخل الجنة مدمن الخمر، شراب خور وارد جنت نمیشه، ولا سکیر ولا عق، کسی که همیشه نشه میکنه خمار است مثلا، ولا عق، کسی که عاق والدین باشه، ولا شدید سواد، و اونایی که زیاد سیاه هستن وارد جنت نمیشن. حالا با بقیهش کار نداریم، اون تا وقتی که اینا خواستن عبدالله بن سبی یهودی و شاگردانش خواستن دین رو مسخره بکنن، در بین این روایت آوردن این ولا شدید و سواد رو داخل کردن. یعنی من تعجب میکنم که تکلیف این همه، یعنی آفریقایی رو که اینها شیعه کردن، تکلیف اینها چه خواهد شد؟ و اینها وقتی که به جنت نمیرن به کجا خواهند رفت؟ اینها
نمونه ای از این احمد جان اگر تصاویر اینها رو نشون بدی، این نمونه ای از آفریقایی‌هایی هستن که اینها رو ایران بسیج کرده. این آخوند سیاه رو ببینید، این آخوند زاکزاکی هست که چندی پیش بهش حمله شده بود در نیجیریه. من نمیدونم اینایی رو که در آفریقا رفتن شیعه کردن، اینها وقتی که وارد جنت نمیشن سرنوشت اینها چه خواهد شد؟ تشکر میکنم از احمد جان. حالا شاید بگن که شیخ صدوق اشتباه کرد اینجا این مطلب رو گفته. در فصول المهمه از حر آملی در اینجا هم امین مطلب در صفحه 260 و 261 اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهشون تهمت بستن که کسی که زیاد سیاه باشه وارد جنت نمیشه. چه ربطی داره رنگ پوست کسی به اینکه وارد جنت بشه یا نشه؟ همین مطلب رو ما در دایره المعارف خرافات شیعه در بهار الانوار هم میبینیم که سیاه وارد جنت نمیشه در صفحه 278 جلد پنجم. تشکر احمد جان. این در مورد سیاها. در مورد کردها بارها بهتون نشون دادم علل و شرایع از شیخ کذوبشون در جلد 1 و 2 چاپ لبنان. در اینجا کراهیت یعنی به اصطلاح همزیستی با کردها، در اینجا یک روایتی رو میاره به امام جعفر صادق نسبت میده که کردها قومی از جن بودند که خداوند پرده از اونها برداشت، پس با آنها دوستی نکنید، با آنها معاشرت نکنید. تشکر میکنم احمد جان. و در همین کافی احمد جان نشون بدید از محمد ابن یعقوب کلینی در اینجا روایتی رو میاره که محمد ابن یحیی روایت میکنه که کسی از به اصطلاح از قوم خویش حضرت علی فوت کرده بود و برادرش خیلی ناراحت بود و این رو اومد پیش حضرت علی. حضرت علی گفت خیلی ناراحتی، میخوای ببینی برادرتو؟ گفت بله. پس سر قبرش رفت و او رو زنده کرد. وقتی که این طرف، حالا تصور بکنید چطور داستان ساختن، طرف رو زنده کرد، ایشون مرده از قبر اومد بیرون و به زبان فارسی داشت صحبت میکرد. فخرج من قبره و هو یقول بلسان الفرس، از قبرش خارج شد و به زبان فارسی صحبت میکرد. فقال امیر المؤمنین الم تموت و انت رجل من العرب، تو مگه عرب نبودی؟ از بنی هاشم بودی؟ عرب بودی؟ از قریش بودی؟ چه بلات زده که داری فارسی صحبت میکنی؟ قال بله، ولکننا متنا علی سنت فلان و فلان فانقلبت السنتنا، ما دوستدار فلان و فلان بودیم، یعنی ابوبکر و عمر بودیم، وقتی که مردیم زبان ما فارسی شد. در صفحه 347 در کتاب الحجه کافی. تشکر میکنم از احمد جان. حالا بیاید ببینید که آقای مازندرانی در شرح این الکافی الاصول و الروزه از محمد ابن یعقوب کلینی، شرح جامعش از کی است؟ محمد صالح مازندرانی، یکی از علمای شیعه، اومده این کتاب رو شرح داده. در اینجا چی میگه؟ وقتی که این روایت رو میاره میگه که قوله فانقلبت السنتنا، میگه که اما در مورد اینکه گفته که زبان ما تبدیل شده از عربی به فارسی، از ظاهر ان اهل النار یتکلمون کلهم بلسان الفرس، ظاهر این است که اهل جهنم همشون فارسی صحبت میکنن. و این کانو عربیان، اگر عربیان باشند فارسی صحبت میکنن. و اهل الجنه یتکلمون باللغت العرب و این کانو من اهل الفرس، و اهل جنت بهشتی ها عربی صحبت میکنن ولو اینکه از فارس ها باشن. اینم نمونه ای از دشمنیشون با اهل فارس که میگن که لسان فارسی یا زبان فارسی زبان جهنمی ها هست. در همین اصول کافی روایت دیگری هست در اینجا
در مورد از ابی عبدالله در این روایت شماره 3 در الفروع من الکافی جلد 5 میگه که با سیاها ازدواج نکنید. ولا تناکحوا الزنج والخزر فان لهم ارحاما تدل على غير الوفا. یعنی با زنهای سیاه و اهل خزر ازدواج نکنید که اینها زنهاشون رحمشون دلالت بر غیر وفا داره. یعنی چی؟ یعنی خیانت جنسی میکنن اینها، یعنی تهمت فحشا به زنهای اینها. والهند و به هندی ها و سند پاکستانی ها والقند، قند کجاست؟ قندهار. لیس فیهم نجیب، یعنی قندهار، یعنی در بین هندی ها و پاکستانی ها و قندهاری ها نجیب نیست. یعنی چی است؟ اینها همه علیاذ بالله ولد زنا هستند. این شما تصور بکنید هند و پاکستان و افغانستان و قاره آفریقا و یعنی همه اینا چی هن؟ اینها زنهاشون علیاذ بالله خیانتکار هستند. زیاد هست، یعنی در مورد اهل مکه و مدینه، توهین به اهل مکه، توهین به اهل مصر. مثلا در این روایت در کتاب بهار الانوار میگه که در مصر زندگی نکنید زیرا که اونجا برای شما دیاست میاره در مصر. و از ابوالحسن روایت کردن که در ولا تاكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بتينها فانها تورث الذله وتذهب الغيره. میگه که در کاسه های مصری نخورید و با گل آن سرتون رو نشورید زیرا که ذلت و دیاست میاره و غیرت رو از بین میبره. یعنی شما تصور بکنید که حتی بیچاره اهل مصر هم از اینها در امان نماندن. تشکر میکنم از احمد جان. در همین کتاب کافیشون، کتاب ایمان و الکفر، در اینجا میگه که ان اهل مکه لا یکفرون بالله جهرا و ان اهل المدینه اخبص من اهل مکه اخبص منهم 70 ضعفا. میگه اهل مکه آشکارا کفر میورزن به الله سبحانه و تعالی و اهل مدینه خبیثتر هستن از اهل مکه، 70 مرتبه از اونها خبیثتر هستن. سبحان الله. یعنی شما تصور بکنید که حتی حرمین شریفین از شر این خبیث ها، این آخوندهای رافضی در امان نماندن در مورد اهل شام، در مورد همه ملت ها. و خلاصه کلام که در نزد اینها همه بدند، همه کافرند الا خودشون. من یک روایت دیگه هم اینجا هست خدمت شما عزیزان. این روایت احمد جان اینو نشون بده. این در کتاب روضة الکافی است، از محمد ابن یعقوب کلینی. خوبه که ترجمه فارسی هم کردن خودشون. در این روایت، در روایت 431 میگه که ما ترجمه‌شو براتون میخونم، ترجمه خودشون هست. ابو حمزه گوید که به امام باقر عرض کردم به راستی بعضی از شیعیان بر مخالفان افترا می‌بندند و ایشان را حرامزاده می‌خوانند. حضرت فرمود خودداری از آنها نیکوتر است. سپس فرمود ای ابو حمزه به خدا سوگند که همه مردم زنا زادند جز ما و شیعیان ما. این روضة الکافی است، اینم شناسنامش که در ایران چاپ شده و ترجمه شده، اینم شماره کتابخانه ملی، مترجمش هم عباس دشتی. تشکر از احمد جان. پس برادر گرامی، اینها با همه مشکل دارن، با بشریت مشکل دارن. یعنی این جانورهایی که در قم و نجف زندگی میکنن، اینها با بشریت مشکل دارن، به چیزی به اسم انسان مشکل دارن. هیچ کس از دست اینا در امان نمونده. Ha 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 ha
ها 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 ها